أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى دوره نوجوانی خود در خانه فرعون گذراند. خب طبعا در ناز و نعمت هم بوده، اونجا قضایشان و زندگانی فرعون خیلی عالی بوده. موسی هم در اونجا زندگانی کرد. مشکلی که پیدا شد مسئله فکری بود. موسی از توحید صحبت میکرد، نام خدا را میگرفت. فرعون با اینکه علو پسر بزرگ شده و دوستم داره، ولی شدیداً ناراحت بود. او خدا پرستی نداشت، خب یا خدا را قبول نداشت یا مصلحتش ای بود که خدا را قبول کنه. یعنی از قرآن به دست میای که گاگای ای، یا از تاریخ هم به دست میای که موسی به خدا قائل بوده. از بعضی آیات هم معلوم میشه که نه، او میگفت انا ربکم الاعلا، ما پروردگار شمایم. ممکنه که قضیه اتو بوده باشه که فرعون به خدا قائل بوده، ولی تا به جایی که به حکومتش ضرر نرسه. وقتی که به حکومتش ضرر میرسید منکر خدا میشد. خیلی از زمامدارا میتونن خب خدا را قبول دارن، ولی تا به جایی که به حکومت ضرر نرسه. خیلی مشکله که کسی منکر خدا شوه. ای محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار معروف مصری، در یک سفر امرای عبدالناصر به شوروی رفته بود، بره جنف بوده، چیزایی نقل میکنه. خب بعضی اوقات که یعنی اون ببین او خاطرات او را که بخانن، بعضی اوقات هم کلانای اونها شوروی از خدا صحبت میکردن، بره جنف از خدا صحبت میکردن. اینا به خیلی مشکله که کس او قدر پست فطرت باشه که خدا را منکر شوه، ولی در مسائل سیاسی که میرسن دیگه به خدا توجه نمی کنن. این تنها به حکومت ها مربوط نیه، دیگر هم میتونن، یک عده مردم هم میتونن. یک نفر وقتی که ماه رمضان میشه روزه میگیره در خانه خود، روزه میگیره، نماز هم میخونه، ولی وقتی که میای به حساب دکان خود به هیچ وجه حلال و حرام مراعات نمیکنه. هر چی که از دستش ساخته باشه او کار میکنه که بگوی تو مسلمان نی، با تو دعوا میکنه که من مسلمان نیم، من روزه گرفتم، نماز میخونم، لکن فقط اسلام دارم و بود نماز قبول داره، نماز و روزه بیشتر از او قبول نداره. وقتی که در اقتصاد میایه نه، چیزای حرام میفروشه، شراب فروشی میکنه، گوشت خنزیر میفروشه. حالا در افغانستان، من میخوام کلی صحبت کنم، در افغانستان شاید ای کم باشه ای کارا، ولی از تا دیگه شراب فروشی الان بعد از دوک خارجی آمد، الان در وطلا توسط که فروخته میشه شرابا؟ توسط امی مسلمانای افغانی فروش میره وطلا. نماز میخورن، شراب هم میفروشن. بانک ها همه سود میگیرن، ربا میگیرن. در اقتصاد دین قبول ندارن. اینا ضعیف و لیمانایه. دین یک مجموعه انبسته، همه چیز آدم باید قبول کنه. یا ضعف ایمان انسانه که آدم او چیزایی که به دنیایش ضرر نداره به جا میاره، اونایی که ضرر داره اونا را حذف میکنه. زمان دارم همی بعد اوقات همی کارا را میکنن. فرعون ممکن همی قسم بوده. بالاخره کار به جایی رسید دیگه آهسته آهسته که فرعون میخواست دوباره قصد کرد که موسی را بکش شهید کنه. موسی هم از وضع موجود در خانه دلتنگ شد، دید که دیگه جایش نیه. اینجا بودن در خانه فرعون مهم نبوده، آدم غذای خوب بخوره ای که حرام نیه که غذای خوب بخوره. مسئله ایه که تحت تاثیر نروه. ای کاری ارکس نیه،
امینایی که الان در کشورهای خود بودن، مسلمان را میگم که در کشورهای خود بودن، نماز میخواندن، روزه میگرفتن، مسجد میرفتن، حجاب میکردن، از فحشا دور بودن، اینا رفتن خارج روی ار انگیزه که داشتن. چار پنج نفر، یک 10% از خاطر مشکلات رفتن، 90% دیگهش از خاطر راحتی رفتن. خبر شدن که اونجا سوسیال پول میدن، مثلا زندگانی اقتصادی اونجا بهتره، رفتن. ولی وقتی که اونجا رسیدن تحت تاثیر محیط رفتن. این خیلی مهمه. ما تاریخ انبیا رو میخوانیم، واقعیت های عینی روزمره ما در امی تاریخ ثبته. رفتن اونجا، الان صدها هزار نفر از افغانستان، از کشورهای دیگر اسلامی رفتن در اروپا، در امریکا. گفتگو سریه که چند نفر تحت تاثیر محیط نرفتن و به دین خود پابند ماندن. شکی نیه که یک عدهی کار کردن، هنوزم مقاومت میکنن، پول خرچ میکنن، از کشورهای خود عالم دینی میبرن، اماکن فرنگی میبرن، درست میکنن. اگر به نام مسجد ممنوعه در غرب، به نام مرکز فرهنگی ساختمان درست میکنن. بعضی جا در آلمان ساختمانهای خیلی آبرومندانه درست کردن. جوانا هستن کار میکنن، تحت تاثیر فرهنگ مادی نرفتن، به دین خود پابندن. ولی اینا چی قدره؟ خیلی زیاد نیه، خیلی زیاد نیه. غالبا که رفتن تحت تاثیر فرهنگ مادی قرار گرفتن. آهسته آهسته نماز از بین رفته، آهسته آهسته احکام دینی از بین رفته، آهسته آهسته حجاب رفته، آهسته آهسته کل فرهنگ دینی تبدیل به فرهنگ مادی شده. من رفتم در خانه، در دوران جهاد دیدم. اینایی که میگم ذهنی و شنیدنی صحبت نمی کنم. داستان ها و قصه های هست که دیگه وقت ضایع میشه. من میخوام تاریخ انبیا صحبت کنم، نه خاطرات خود در غرب. تاثیر میرن. اونایی که تحت تاثیر نمیرن، یا خیلی ایمان قوی دارن، یا فکر قوی دارن، یا اینکه دیوانه این که نمیرن تحت تاثیر محیط. افراد عادی غالبا تحت تاثیر محیط هن. خواهی نشوی رسوا، امرنگ جماعت باش. اینی فرهنگ 80% مردم عوام. خواهی نشوی رسوا، امرنگ جماعت باش. ممکنه کسی این جمله رو بلد نباشه، این نصف یک شعره، ولی عمل اینمی عمله. اونایی که تحت تاثیر محیط نمیرن، استقلال فکری دارن، یا از ایمان سرشار برخوردارن، یا از عقل سرشار برخوردارن، تحت تاثیر محیط نمیرن. امو چیزی که خودشان حق میدانه امو رو پیروی میکنن. ای کمه. امروز این ما به امی گرفتاریم. خانه فرعون هم امی قسم بوده. خانه فرعون فرض کنن که غرب. از بوی نعمت فرعون و جوائز فرعون و محبت فرعون، از هزاران نفر از خدا گذشتن، از دین گذشتن و فرعون به نام خدا قبول کردن. زندگی دنیایش بود، تنخواهش بود، معاشش بود، اونا مجبور بودن. ولی در خانه فرعون موسی رفته، ای در این خانه بزرگ شده، از ایمان سرشار برخورداره، تحت تاثیر نمیره. تحت تاثیر که نرفته هیچی، آهسته آهسته با این زن مجلله مکرمه، زوجه فرعون. دو زمانه جایز بوده که مؤمن زن کافر شوه، شرایط مختلفه. در او زمان ای عیب نمی کرده که خود زن مسلمان باشه، شوهرش کافر. الان در اسلام حرامه، زن مسلمان به هیچ وجه کافر نمی خواهه، ولو پسر اموش باشه، ولو پسر خالیش باشه، حرامه. هرچیم که عقد خانده شوه، او عقد باطل زنا میشه. یکی دو ای پسر برادر من کافر شده چکار کنم دیگه؟ دختر من می خواهه، من میدم. پسر
خالیشی و یا پسر معمایشی و هزار دفعه اقدم بخانی پسر کاکی تو هم دختری تو باشه، تو خیانت میکنی که وادر میشه که دختری تو مادام العمر زنا کنه، نکایش با یه آدم کافری بیدینی که دین قبول نداره مسخره میکنه، حرامه، درست نمیشه در اسلام. ولی او گذشته هستی که خود موسی خود حفظ کرده، وظیفه خود فراموش نکرده، با زن فرعون که به منزله مادرش گفته میشه، شدیدن او زن به این چیز علاقه داره، به این پسر، به جایی که او مادر بیایه بزرگم هست، آیسته آیسته این فرعون به او طرف موسی را به او طرف بیدینی بکشانه، اعتماد به نفس میخواه. این بچه ایت مثل یوسف، داستان یوسف دیدن که در اون فیلم ها می دیدن. حالا این فیلم ها که واقعیت نداره، تا چه مقدار این فیلم ها واقعیت کشف میکنه معلوم نیه، 20% 30%، ولی به هر حال اون امو روی قبیل داشت، اعتماد به نفس داشت، بالاخره کل مردم مصر به خدا ادایت کرد و او بتخانه شرک و الهاد هم بست. یا ما زن فرعونم گشتند که نتوره اتوره، او در قصر فرعون تحت تاثیر نرفت، ایمان آورد. من چه کار کنم دیگه، پدر مه مادر مه اینا نماز نمی خانند، من نمی توانم نماز بخانم، بلی می خندن. چی عرفیه که میگی؟ بگو که من مثل پدرم ضعیف الایمانم. او نشسته در خانه فرعون، زن فرعون ایمان آورده. الان این زن فرعونه، این موسی که پیغمبره، ولی در این خانه موسی کار کرده. اونایی که می آمدن شانگری می کردن که سر زن فرعونه شانه می کردن، یا سر دیگه اعضای آل خانه را شانه می کردن، به اینا فقیر بودن، به اینا روزمره یک چیز پول می دادن که بیاین شانگر باشن، در عربی مشاطه میگه، مشاتگری میکردن، سرشان کو مثلا یک آرایش میکردن زنایی که در قصر بوده. با اونا موسی صحبت کرده، اونا مسلمان شدن. چی مسلمان؟ یعنی مسلمان که میگه اسلامی به معنای عام، اسلام یک معنای خاص داره که مربوط امت مرحومه ماه، یک معنای عام داره که بر همه مؤمنین اسلام، یعنی تسلیم به خدا شدن. او زن بعد میخوانیم قصهش انشاءالله، او زن او تو ایمان آورد، او روزی که افشا شد و نام خدا را یک دفعه گرفت و بعد معلوم شد که ای به خدای موسی ایمان داره، با کمال جرأت با فرعون صحبت کرد، گفت تو دیوانه شدی که خدا میگه، خدای یگانه، او خدای رو من قبول دارم که آسمان و زمین خلق کرده، یک بچه شره روبیش کشت، دیگه بچه شره کشت، دیگه را کشت، بعد تمام پسرها را کش، نفس نکشید، از خدا بر نگشت، ای تو ایمان پیدا کرده بوده. زن فرعونم بعد داستانش می خانیم، خیلی مجلله بوده که خدا در قرآن نامی زن می گیره، نامش را می گیره، نامش یعنی داستانش حکایت می کنه، قصه زن فرعونه، حال نامش نگیرفته، ولی به نام زوجه فرعون نامش نام برده از اینا کار کردن. این نگفته که ما بخانه فرعون کار نمیتوانم، تنها او قدر کار نکرده موسی، بلکه او بچگی خود بیرو شد از خانه، از محیط بعد میخانیم، از محیط بیرو میشد از خانه فرعون میرفت، او میفهمید وظیفه فراموش نمیکنه، زرق و برق خانه و خرت و پرت هیچ به نظرش نمیاد، میرفت بنی اسرائیل میدید، اونا رو توجیه میکرد به خدا، اونا رو معتقد میکرد، میگفت من یک وقت ظهور میکنم، بعد دیگه اینا رو میکشن، نظام از بین میره، این نظام ظلم و استبداد همه از بین میره، خدا اینا رو از بین میبره، با خود شما میرسه، مواظب باشین که خود شما از دین خارج نشین. بس یک اداره اون درمو دوری خود حال چقدر بوده خدا میدانه، اونا رو به خود معتقد کرد، به خدا اونا ایمان داشتن، بنی اسرائیل به ظهور موسی و آمدن موسی هم ایمان داشتن که این کار میشه.
به هر حال آدم به هر حالی کس باید برای دین کار کنه. ایره نگو که ما خو ملا نیوم. خیلی ملا هستند به نام دین پول میخورن، هیچ کار برای دین نمیکنن. ملا چیه؟ خیلی ملا بودن به نام دین پول خوردن، خودن روزی که کمونیست آمد رفتن اون طرف، از کمونیست ها ترویج کردن. یکی دی ملای دی علمای دین هم هستن که اونا علمای جیدن، بر حال حاضرن که از دین حمایت کنن ولو کشته شون. یک ادام کشته شدن جان خود در انقلاب علیه شوروی از دست دادن، مقاومت کردن. مردم هم همینطورن، مردمی که یک شایی از دین به نام دین استفاده نکرده بودن، نه کس دست اونا را بوسید. جوانای متدین اینا موقعی که دیدن دین در خطر واقع شده، مثل ناموس خود از دین دفاع کردن. هزاران نفرشان هم شهید شد. این ایره نگو که به من مربوط نیه، به هر شغلی که هستی باش برای دین کار کو. باید برای دین کار کن. تو از خدایی، دینم از خدایی، تو هم از خدایی. آدم باید برای دین کار کنه، با نشاط باشه. به هر حال این موسی در امون بچگی خود خیلی کار کرد، وظیفه نداشت که این الان ظهور کنه. مودک به دست خدا بود، این در خانه به این گفته بود به این خانه فرعون باش، ولی بیکار نشیشت. این کار جوانان میتوره، کار جوانای ما میتوره. در مدرسه میرن، در مکتب میرن، در پوانتونن، در هر جایی که هستن باید از دین ترویج کنن، با منطق، با عقل صحبت کنن. این مطمئن باشن که به دیگران تاثیر میکنه. ممکنه یک روز او پسرای دیگه هر والیش بخندن. این وقار خود از دست نده فرزندم. دو پرده بازم رای صحبت کو بارامی. اگر او به تو یک عیف بد گفت تو مقابله نکو، خود آرام بگیر، خون سر باش. دوباره هم رای صحبت کن. روز سیوم و سوس میشه، روز چهارم تمایل پیدا میکنه، روز پنجم میای تسلیم میشه. شاید بعد وقتی که او تسلیمی به خدا شد، از تو بهتر او کار کنه. در پوانتون همی وظیفه ما باشه، در لیسه همی وظیفه ما باشه، در مدارس ابتدایی همی وظیفه ما باشه، در دفتر همی وظیفه، در تمام ساعات اجتماع آدم باید با دیگران تماس بگیره. تماس ارشادی، نصیحت کردن، امر به معروف، منطقی، با محبت، خود از دیگران برتر ندانی، با تواضع صحبت کردن خیلی تاثیر میکنه. موسی همی کارا را کرد. در امو کوچکی خود از موسی وقت میخانیم زندگی شد برای امینا میخانیم که امروز در امی امروز به درد ما میخوره، نه تنها در افغانستان، در تمام کشورهای اسلامی. این جنگ موسی و فرعون هست، جنگ شبیر و شبیر و یزید هست. این دو خط در جریان در متن زندگی گفتم. این قانون زندگیه که نه حق میره نه باطل، هست هر دو هست. همدیشیه که ما باید از خط حق دفاع کنیم و از باطل دور شیم. بالاخره موسی تصمیم گرفت، لابد بش امرم شده بوده که بس دیگه، برو از این خانه بیروش. حال ما که اگر من می بودم با کس نگوین، ها من خصوصی به شما میگم، اگر من میفتم کجا برو، کو خدای کو خانه، کو خانه بده چی بخورم، این دین چی کار میشه. با موسی گفت بیروش، موسی بیروش هیچ فکر نکرد که کجا میره. آدم دنبالی هدف خود میره. ای از ضعف من الان بعضی افراد گفتن نمیتونم، مسئلیت نیه، ولی به طور مجمل میخوام بگم ای از ضعف ایمان انسانه که آدم بشینه اول آینده خود فکر کنه که من چی بخورم، کجا برم، آیندیم تامین هست نیه، من کجا برم از این چی. ای باید قبول کنم که ای از ضعف ایمان ماه، هر کس که هست از ضعف ایمانش. بعد اوقات آدم بهانه های بی خود برای خود میتراشه که خدا میدانه که اینا بهانه، قبول نمیکنه خدا از ما این بهانه ها را. ما خود فریب بده میشه، خدا را که فریب داده نمیتوانیم. اینا آدم باید فکر نکنه. موسی گفت بیروش،
از خانه بیرون شد. این بیرون شد. دید که اینجا نمیشه کار. اون مقدار کاری که توانست کرد یک در خانه موسی در خانه فرعون مومن کرد. زن فرعون مومن شد. او شانگر گدایی که می آمده بود برای کار می آمد. انبیایی فکر نمی کنند که این گدا چیه که ما با این صحبت کنم. اونا انسان می بینند. جوهر باطن نگاه می کنند. به لباس و به شغلش نگاه نمی کنند که میلیاردر یا نوکر. انسان انسانه. شرافت انسان می بینند. او زن مومن درست کرد. وزیر مالیه را مسلمان کرد که به نام خزانه دار در تاریخ یاد شده. او را مسلمان کرد. اونایی که باطن صاف داشتن و همه اونا را مسلمان کرد. یعنی به خدا تسلیم کرد اونا را. اونا تسلیم خدا شدن. پذیرفتن. فهمیدن که فرعون دروغ میگه. یک اداره کار خود کرد. از خانه بیرون شد. در خانه فرعون تخم توحید کاشت. ای آدم میتوانه، ما الان میتوانیم. الان ما مگر امت موسی را پیدا کنیم، نمیگم مقام موسی را پیدا کنیم. او پیغمبر بود، ما پیغمبر نمیشیم. اگرچه او زمان بالفعل پیغمبرم نبوده. بعد پیغمبر شد. ولی امت داشت، اراده داشت. او نمیگفت که ما بچه ما که هنوز پیغمبر نشدم، وظیفه ندارم. برم میرم بازی میکنم. او مشغول کار خود بود. با خدا علاقه داشت، محبت داشت، لذت می برد. یک بچه بیاید وزیر مالیه را مسلمان کنه، او گدار او مزدور کار روزمره را مسلمان کنه، زن فرعون مسلمان کنه، یک مقدار دیگه در کوچه و بازار که میرفت بعضی اوقات خصوصی با بنی اسرائیل تماس می گرفت، اونا را مسلمان می کرد، با اونا امید می داد که تسلیم نشن، من ظهور می کنم. وعده خدا ایمیه، وعده خدا بر حق، منتظر ما باشن، تسلیم فرعون نشه. فخرج موسی من عندي، خارج شد. او دیگه از مردم دور بود. او قصر سلطنتی فرعون خارج شهر بود. و دخل المدینه، آمد داخل شهر شد با مردم. شو کجا خواب کرده و با کدوم خرابه رفته، اونا که دنبالی حرفا نمیگردن. که باش ما چی بخورم و کجا خوشم و او عادتی که در چیز داشته در قصد فرعون با او غذا و با او لباسا و فرشای خواب و اتاقایی که فرش شده بوده معلوم بوده که به عصب او زمان درجه یک بوده در این شک که نیه بیرو شد نه خانه داشت نجا یک کوچه گرد که شام کجا برو و خوشم معلوم نبود یکی آمد داخل شد داخل مدینه شد داخل شهر شد فاذا رجلان یختتلان دید که دو نفر به هم میجنگن یکیش به قول موسی قائل بود یعنی به خدای اعتقاد داشت مثل موسی و دیگیش فرعونی بود و الاخر یقول به قول فرعون یکی پیرو فرعون بود یکی هم پیرو موسی این نفری که به موسی ایمان داشت از شکل و قواری شیر شناخت یا شکل و قواری شناخت یا مو وقتایی که این موسی خصوصی از خانه فرعون بیرون می شده یک ساعت دو ساعت می رفته بلکه کسی نشناسه می رفته تبلیغ می کرده دیده بوده در یکی از روزا دیده بوده که می گفته که من موسی و ما از طرف خدایم و همچی دیده بوده ظاهرت انیه اسرائیلی ور دیده بوده که موسی یو شناخت چرا فاستقصه الذی هو من شیعته فجاء موسی ای وقتی که اینا اونا می جنگیدن که چشمی همی کسی که پیرو موسی بود به موسی افتاد شیعه میگه در قرآن میگه من شیعته شیعه به معنی پیرو همراه اونی که از پیروان موسی بود با او استغاثه کرد او موسی بیا این مرا زیاد نکنه او موسی خیلی قدرت داشت هم غضب داشت و هم قدرت یک سلی مکم ای را زد بلشن با یک سلی این مرتکه مرد همون فرعونی مرد
فاستغاث والذی هو من شیعته، حمد از او کمک خواست از موسی، یعنی این را اذیت میکنه. موسی هم آمد او را زد کشت، خلاص شد رفت. بله فقضا علی کشت و توارا ولی کشت. قومیان پولیس ها موسی را میگرفتن، ای تازه میخواید نمیخواید که الان قیام کنه و ای اذنم داده نشده، یک انقلاب را نمائی میکنه و او انقلاب بالفعل زیرزمینیه، شرایط کار معین نشده که موسی امر میکرد که بیاین بیروشن علیه نظام بجنگه. میدانیست که اگر این کار بکنه در امون روز اول این انقلاب شکست میخورد و سرانشم کشته میشدن، خلا شده بود نظام فرعون میمند. بنابرای این نبود، وقتی کیر کشت موسی کناره گیری کرد رفت به یک جای دیگه پنهان شد. من نمیدم که ای به کدوم، علی این مز خود میگم که به کدوم خرابه رفته ای، هیچ جا نداشته ای، حتما به خرابه رفته اونجا خود اندخته. از او فرش و ظرف انسان همه تو جمعه میشه، یک رو دادم فرش و ظرف و خانه و زندگی و به جای او شربت خوردن و این آیه روز دیگه آمده ولی خاکا یک خرابه خود دراز مندازه، نانم نداره که بخوره. من نمیدانم که ای به جیب موسی همی قدر پول بوده که او برای خود نان خالی بخره بخوره، همی معلوم نی. بله فلما کان آمدو و توارا فی المدینه، در یک جای از شر خود پنهان کرد که این پولیسا نبینند. فلما کان من الغد، فردا شد، این فردا دیگه روز دویومه که از خانه فرعون بیرون شده. جا آخرون، بعد آمد بین بازار ناشناس میگشت. فتشبس به ذالک الرجل الذي يقول بقول موسى، بعد آمد اتفاقا به یک بازار آمد، دید که امون نفری که دیروز از پیروی زی بود با یک نفر فرعونی می جنگید، امروز با یک نفر دیگه می جنگه. او هم دانش مزه کرده بود که دیروز اون نفر شهر موسا کشته، گفت شاید البایی هم دعوا کنم که بعد موسا بیایه ایرم بکشه. فتشبس بذلک الرجل الذي يقول بقول موسى فاستغاث بموسى، اینا با هم درگیر بودن که بعد چشمی امو آدم پیروی موسا به این موسا افتاد، با موسا استغاثه کرد، گفت بیا که این ای دیگه مر گرفته، اما دعوا میکنه. و بعد منتظر یک سلی بود، سلیای موسا که مرگ آور بود. فلما نظر صاحب و الى موسا، اور امین نفر فرعونی که با موسا نگاه کرد، موسا شناخت. خب دیگه خبر دیروز پخش شده بود، گفت چکار میکنی موسا؟ میخوایی مر بکشی؟ چنانچه دیروز تو یک نفر کشتی، مر دیروز یک کشتی، امروز مر میخوایی بکشی؟ فخلا صاحب او و حرب، ای ترسید، فورا او پیرو موسا را رها کرد و فرار کرد. گفت تو ای میخوایی که مر بکشد، رفت فرار کرد. ای خبر پخ شد، استخبارات ای رساندن به خانه فرعون. خب طبعا در اون امو کابینه صحبت شده بوده که این موسا از خانه شما رفته، دیروز یک کر کشته، امروز یک نفر دیگه مور نکشته ولی قصد داشته، ولی او فرار کرده از دستش. خب دیگه جاسوسا دروغ هم زیاد میگن برای خود که همون تنخیق بگیرن، کورا کا میکنن، کارا کو میکنن، گزارش های دروغ زیاد میره در امنیت. همچه بعد ار شا خدا برگم بشتاده بودن، دولت تصمیم گرفته که موسا را بکش. فرعون فهم، فرعون هم احساس خطر میکرد از موسا، این کم کم اونمو موسا در آمد دیگه، موسا شد این که در خانه فرعون بزرگ شده بود. وزیر خزانه که در کابینه بوده دیگه برای موسی پیغام میده، موسی ما از مخلصین تویم. لابد موسی هم خبر داشته ما از مخلصین تویم، ما ایمان دارم، ولی الان اشراف ملع یعنی کابینه، ملع به معنی امو اشراف، همو شکم گنده هایی که همه خیانت و رشوت و فساد از اونا هست،
پول این مفت مردم هم میخورن. ملع امی اشراف قصد کردن، اشرافی که دور فرعونه. من الان به اصطلاح روز اونا رو به کابینه تعبیر میکنم. کابینه تصمیم گرفتن، تصویب کردن که تو را بکوشن، برو از شهر بیروشو به مسئلیت اتنیه. او هم میدانسته که موسی قصد نداره که بسیج عمومی کنه و اعلام کنه که بیاین که نظام سرنگون کنیم. طرفدارای موسی او مقدار نبوده. آدم باید تقدیر قدرت خودم داشته باشه. این دنیا داری اسبابه. اما رحمت خودم که میایه از رای اسباب میایه. تقدیر با تدبیر منافات نداره در طول هم دیگریه. این خبر آورد به موسی دادن. وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه. مردی از آل فرعون که ایمان خود پنهان میکرد، میگن امو خزانه دار فرعون، وزیر مالیش بوده. او گفت که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. چکره میخواین تصویب کردین که من موسی را میکشم بی خود نکشم؟ یه حرفی نگفته، میگه پروردگار ما خدایه. این قدر که ضرر نمیرسانه، امنیت کشور خراب نمیکنه، چرا میخواین یک نفر بکشن؟ و بلغ فرعون خبر قتل موسی الرجل. با فرعونم او استخباراتی از خبر رسان که یک نفر دیروز کشته و وضع شهر در عم و برعم مثلا. فطلبه او، گفتن برن ایل بیارن که بکشن. بعد دوباره وزیر خزانه در کابینه که ورفه گفت، بعدم یک نفر فرستاد برای موسی خصوصی که ملع اشراف همیشه کم گندهایی که نشستن، حال من میگم کابینه، یا تمیرونه بک در مورد تو توطیه کردن که تو را بکشن. فخرج اینی لکه من الناسحین، برو بیروش از کشور، از این مرکز بیروش. فخرج خایفن یا ترقب. موسی خارج شد، از شهر خارج شد، خائف هم به ترس، خرج خائفن با ترس خارج شد. گفت خب الان مرا میکشن بگیرد. موسی نمیخواست کشته شوه، کار زیاد داشت. و یه ترقب این طرف نگاه میکرد و او طرف نگاه میکرد که پلیس ناگانیر نگیره، از خود دفاع کنه. بالاخره از شهر بیرون شد. والحمدلله رب